معاون فرماندهی پلیس کابل در برابر گروهی از خبرنگاران در دفتر کارش از بدرفتاری با شماری از خبرنگاران پوزش خواست. متاسفانه بعضی از دوستا با خواهش های مکرر یا سوهر ترک نکردن. همون یک قسمت راستی ها شکار کامره شدیم، همون یک کسی را تیله کردیم و معذرت میخواییم از پیشون. در حالی که معاون فرماندهی پلیس کابل به دفتر کارش می آید و کارهای امنیتی کابل را مدیریت می کند، وزارت امور داخله می گوید که برای او مجازات انضباطی در نظر گرفته شده است. همیشه نیروهای امنیتی با خبرنگاران خشونت کرده، هیچ وقت نشده که پرونده از یا بسران والی معرفی شود تا باشد پند به دیگرش باشد. ما از دولت خواهان هستیم که کسایی که اصل کار ای جرم انجام میده و بر علیه خبرنگاران خشونت میکنه اینا را مجازات بکنه و گرفتار بکنه، نه اینکه کسایی که زیر فرمان اونا هستند. هرچند تصویرها نشان دهنده علت کوب خبرنگاران از سوی خود معاون فرماندهی پلیس کابل است، اما وزارت امور داخله دو سرباز پلیس را در این باره زیر بازجویی قرار داده است. کسایی که زورآور هستند و کسایی که مجرم هستند اونا به پنجه قانون سپرده نمیشه، مردمای کمزور پنجه قانون سپرده میشه، این یک ظلم است. انتظار می رفت که وزارت امور داخله پرونده بدرفتاری سربازان و نیز معاون فرماندهی پلیس کابل را در برابر خبرنگاران بلوی سارنوالی بفرستد، اما این پرونده نه تنها بلوی سارنوالی فرستاده نشده است، بل نجیب الله سرتیر همچنان به کارش ادامه می دهد.